تاریخ نگاران نگاشتند که هنگامی که کوروش به کوههای قفقاز رسید، در کنار این رود چادر زد. اینک 2500 سال است که این رود به یاد آورنده نام آن حکمران دادگستر است. در آن هنگام مردم آن سرزمین در نزد کوروش از یورش پیاپی قبایلی وحشی و بیابانگرد شکایت کردند. قبایلی که از سمت شمال به آنان یورش برده، کشتار کرده و خانه های آنان را به آتش می‌کشیدند. قبایلی که از نظر نظامی تنها یک تاکتیک داشتند، ایجاد رعب و وحشت با سلاح وحشیگری بیمانند. آنان بزرگترین موزل آن روزگار بودند، موجوداتی که بشریت آن دوران با وجود آنان نمیتوانست به پیشرفت و تکامل خود ادامه دهد. قرآن از آنان با نامهای یعجوج و ماجوج نام میبرد. در زبان یونانی باستان یعجوج و ماجوج گوگ و ماگوگ نامیده میشدند. تاریخ شناسان بر این باورند که گاگ و ماگاگ ریشه نام منگولیا است، مغول. این نقشه مسیری است که آنان از سرزمین خود مغولستان امروزی تا قفقاز طی کردند. آنان پیش از رسیدن به سرزمین‌های شمالی ایران در غرب دریای خزر با یک دیواره برخورد کردند. این دیواره رشته کوهی است که از دریای سیاه تا دریای خزر کشیده شده، رشته کوه قفقاز. این عکس‌های هوایی از رشته کوه قفقاز است. دیواره نفوذناپذیر میان دو دریا، رشته کوهی سر به فلک کشیده که در فرهنگ پارسی به کوه قاف شهرت یافته. پیش از دوران سوم زمینشناسی، دریای بزرگی با نام تتیس یا زوژه در این منطقه وجود داشت. در دوران سوم زمینشناسی، در ادامه کوهزایی آلپ، رشته کوه قفقاز به وجود آمد. تولد این رشته کوه مرگ دریای تتیس را به همراه داشت. امروز آبهای به جای مانده از دریای تتیس با نامهای دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه شناخته می شود. در جنگ دوم جهانی، آلمانی ها برای دستیابی به منابع سرشار نفتی باکو با یک مانع جدی روبرو بودند، رشته کوه قفقاز، دیواری که باعث شکست نیروهای مهاجم آلمانی شد. همچنین هنگامی که در سال 2008 جنگی کوتاه مدت بین روسیه و گرجستان در گرفت، یکی از مهمترین پدیده‌هایی که فرماندهان روسیه باید در طراحی عملیاتی خود در نظر می‌گرفتند، رشته کوه قفقاز بود. حال پرسش این است: پس چطور در 2500 سال پیش قبایل وحشی می‌توانستند پیاپی از این دیواره سر به فلک کشیده عبور کرده و مردم سرزمین‌های جنوبی آن را کشتار و غارت کنند؟ این تصویر پاسخ این پرسش است. تنگه داریال، تنها راه عبور از شمال کوههای قفقاز به سمت جنوب، مسیری در میان دو دیواره سر به فلک کشیده. این عکس‌های هوایی از تنگه داریال در اوت 2011 تهیه شده است. اگر بر روی این نقطه در اطلس دیجیتال کلیک کنید، نام گوراکورا نوشته می شود.